فرادنامه بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با بسیجیان. بسیج یکی از اون پدیده‌های شگفت‌آور دوران انقلاب بود. سازمان بسیج که تشکیل شد، این خیلی کار بزرگی. معنای این کار اصلا چی بود؟ معنای این کار این بود که امام بزرگوار از طرف پروردگار ملهم شد که سرنوشت انقلاب رو بسپره دست جوان‌ها. اگر نسل جوان نمی بود و اقدام نمی کرد، حرکت متوقف می شد. اندیشه پیران و فکر و تجربه پیران اون وقتی به کار میاد که حرکت جوانانه جوانان وجود داشته باشه. پیشران این حرکت جوانان هست. یه نکته دیگر این است که قطعاً حرکت بسیجی در کشور ما پیروزه. شرط اصلی که این پیروزی دارد این است که ما تقوا را و حسن عمل را برای خودمون یک وظیفه بدانیم. اگر این شد، خدا فرمود کسانی که تقوا پیشه کنند و نیکو عمل بکنند، خدا با اینهاست. بنده چند سرفصل رو در مورد بسیج عرض می‌کنم. یکی این است که بسیج صرفاً یه حرکت احساسی نیست. بسیج متکی به دانستن، متکی به بصیرت. دوم، بسیج جناحی نیست. یکی از دو جناح سیاسی یا سه جناح سیاسی داخل کشور نیست. بسیج لشکر انقلاب. بسیج تحقق مردم سالاری دینی است. اگر اینها مورد توجه قرار بگیره، اون وقت بسیج این توانایی رو خواهد داشت که در اصلی ترین عرصه های جامعه به صورت پرقدرت ظاهر بشه و اثر بگذاره. وقتی میگن بسیج بی ترمز، یعنی همین. یه جمله هم من در پایان عرایزم راجع به این مسائلی که ما با این دولت مستکبر داریم عرض بکنیم. تازه ترینش این تمدید تحریم 10 ساله است. اگر این تحریم بشود، قطعا نقض بر جامعه بدون تردید. و بدانند جمهوری اسلامی با اتکای به قدرت الهی و با باور کردن قدرت حضور مردم از هیچ قدرتی در دنیا هراس نداره.